از بیروت تحولات رو دنبال میکنه الان با من نفیس اول بعد نگاهی بکنیم به وضعیت جنگ در اطراف حلب از اونجاها چه خبر؟ جمال امروز ارتش سوریه البته با حمایت هوایی روسیه تونسته یک روستای دیگر هم در شمال حلب روستای کفین رو در شمال حلب بگیره که با گرفتن اون روستا عملا حلقه محاصره در اطراف حلب داره خیلی تنگتر میشه و علاوه بر این ارتش سوریه و همچنین هوادارانش الله و گروه های شیعه دیگه که الان بر روی زمین از جمله ایران باشون می جنگن برای اولین بار در از سال 2013 به نزدیکترین منطقه به نزدیکی مرز ترکیه رسیدن یعنی الان حدود سی کیلومتر کمتر با مرز ترکیه فاصله دارن در صورتی که در سه سال گذشته نتونستن هیچ وقت به این نزدیکی بیان از زمانی که فرودگاه استراتژیک منق رو از دست داد ارتش سوریه الان به نظر میرسه که اگر این پیشوی به همین شکل ادامه پیدا بکنه عملا مقاومت برای نیروهای داخل حلب خیلی سخت خواهد شد و مسیر ارتباطی اونها که از چند روز پیش با ترکیه به طور کامل قطع شده اگر با ادلب هم قطع بشه و اگر با روستاهایی که در دستشون مونده همین قطع بشه عملا کمک رسانی به حلب خیلی سخت میشه و به نظر میاد که حلب هم تقریبا شبیه همس خواهد شد یعنی مدتی در محاصره خواهد بود و بعد نیروهای داخل اون احتمالا تحت فشار مجبور بشن که خودشون رو تسلیم بکنن مدت است که الان چند روز است که حرف از دخالت نیروی زیا پیاده کردن نیروی زمینی توسط عربستان و تا جای هم بحرین هست واکنش ها به این حرف ها چه بوده؟ به نظر میاد کسی تا الان خیلی جدی نگرفته گرچه روز اولی که این خبر اومد در, در, حقیقت در صدر خبرهای رسانه ها هم بود و بحث برانگیز هم بود اما الان که کمی گذشته و با نگاهی که خیلی از کارشناسا و حتی مقامات سیاسی این منطقه یا آمریکا به مسئله داشتن به نظر میرسه که بیشتر یک پیشنهاد بوده برای اینکه به نوعی بگن اول شما برید و بعد هم ما بیایم چون در اساس اون بیانیه ای که عربستان سعودی در حقیقت داده اشاره کرده که در صورتی عربستان سعودی حاضره که نیروهاش رو به اونجا ببره که نیروهای اطلاف دیگه حاضر باشن همکاری بکنن و این هم مستلزم اینه که به طور مثال در صدر اونها آمریکا نیروهای خودش رو بر روی زمین داشته باشه که فعلا یه همچین گذینهی وجود نداره از طرف دیگه قبلا هم عربستان سعودی از همون اولش یا امارات از همون اولش در نیرو در در حقیقت در نیروهای اطلافی که آمریکا شکل داده و در حال بمباران سوریه حسن شرکت داشته اما تا الان نیروی هوایی عربستان سعودی هیچ نقشی نداشته و عملا بیشتر تمام تمرکزش بر روی یمن هست فراموش نکنیم که در یمن جنگ سختی در جریانه و در همونجا هم نیروهای زمینی خاصی نداره الان عربستان با وجودی که بارها این رو گفته اما بیشتر از بمباران هوایی استفاده میکنه و اتفاقاتی که در یمن افتاد به نظر میرسه نشون میده که خیلی هم قدرت نظامی آنچنایی نداره فقط الان مونده به این که ترکیه چه کار بکنه اگر ترکیه واقعا اقدام این اقدام رو انجام بده و وارد جنگ زمینی بشه که خیلی باز سخت به نظر میاد به خاطر اینکه واقعا معلوم نیست با کی در مواجه خواهد بود بر. ممکنه عربستان سعودی و کشورهای خلیج فارس کشورهای دیگه خلیج فارس بخوان یه همچین کاری رو بکنن ولی الان فعلا بعید به نظر میرسه با توجه به اینکه نظر آمریکا و عربستان سعودی هم بر اساس اینکه با کی قراره بجنگن دقیقاً الان تو سوریه هم فرق میکنه برای اینکه عربستان سعودی ترجیح میده که بشار اسد رو کاملا خل سلاح بکنه و به جای اینکه تمرکز رو بر روی جنگ با داعش بذاره برخلاف گفتهاش بیشتر به نظر میاد که این کار رو خواهد کرد و رودررویی روی در زمین سوریه فقط با ارتش سوریه نخواهد بود با ایران خواهد بود با حزب الله خواهد بود با نیروهای شیعه که از عراق میان خواهد بود در نتیجه خیلی خیلی موضوع پیچیده تر از اینهاست که ممنون. به این راحتی و با همون بیانیه عربستان فعلا بخواد وارد همچین ماجرایی بشه متشکرم از نفیسه کوهنورد